سلام دوستان، من امیر سلامتی هستم. امروز میخوام بهتون یاد بدم چطور شیر مرغ بازی کنی. شیر مرغ جدیدترین محصول ماست، یه بازی دورهمیه، اولین بازی از سری بازی های دست جمعی ما حساب میشه که همون در واقع میشه بهش گفت پارتی گیم. توی این بازی همه بازیکن‌ها تلاش میکنن عجیب غریب ترین چیزها رو به عجیب غریب ترین مشتری ها بفروشن، در واقع از شیر مرغ تا جون آدمیزاد رو میخوان بفروشن به هم دیگه. روش بازی خیلی ساده است. تو هر دوره بازی یک بازیکن میشه مشتری و یه نقشی داره. نقش‌های بازی خیلی متنوع، کاراکترهای مختلفی توش هست و بقیه بازیکن‌ها با کارتایی که تو دستشون هست با دو تا از کارت‌ها یه ترکیبی می‌سازن و بعد یه دقیقه وقت دارن تا اون ترکیبشون رو تبلیغ کنن واسه اون مشتری و بهش بفروشن. بریم ببینیم چه جوری بازی میشه. کارت های کلمه و کارت های مشتری رو جدا بکنین و بعد به هر بازیکن 6 کارت کلمه بدین. تو هر دور بازی یک نفر میشه مشتری. بازیکنی که مشتریه یک کارت مشتری رو میکنه. کارت مشتری یه شخصیت رو نشون میده. حالا همه بازیکن ها به غیر از خود کسی که مشتری شده البته، دو کارت از کارت های توی دستشون رو، دو تا از کلمات کارت های دستشون رو جدا میکنن، با هم ترکیبش میکنن در واقع و بعد به پشت جلوی خودشون قرار میدن. مثلا من به این نینجا میخوام این ترکیب رو بفروشم. وقتی که همه حاضر بودن به نوبت شروع میکنیم این ترکیبمون رو تبلیغ کردن واسه یه بازیکنی که مشتریه. هر کدوممون هم یک دقیقه بیشتر وقت نداریم. مثلا من بهش میگم که ببین دوست عزیز، شما نینجایی، خیلی هم سابقه خوبی داری تو نینجاها، اما مثلا اینجاست که الان سنت بالا رفته، ببین شکم درآوردی، کلا یکم کند شدی و داری از نینجاهای دیگه عقب میافتی. تو احتیاج داری که هنوز آدمای دیگه ازت بترسن، در صورتی که با سر و وضع فعلی کسی ازت نمیترسه. من یه محصولی برات دارم که باعث میشه دوباره تو یه نینجای درجه یک باشی، یک سایه مرگبار. این سایه مرگبار رو استفاده میکنی و بعد هر جا که میری این سایت انقدر ترسناکه که آدمو خود به خود در میرن دیگه، اصلا لازم نیست با این هیکلت دنبالشون بدی. بله، بعد از اینکه همه تبلیغشون رو کردن، بازیکنی که مشتریه تصمیم میگیره که کدومی که از این ترکیبات رو دوست داره بخره. مثلا فرض کنید ترکیب منو میخواد، سایه مرگبار، کارت نینجاش رو به عنوان جایزه به من میده و این کارت ها هم میسوزه. تمام بازیکنای دیگه هم کارت هایی که بازی کردن، کارت ترکیبی که ساختن میسوزه و بعد همه دستشون رو دوباره تا 6 کارت پر میکنن. بعد نفر سمت چپ مشتری قبلی میشه مشتری جدید، یه کارت مشتری رو میکنه و بعد بقیه شروع میکنن ترکیبات ساختن و همینطور بازی ادامه پیدا میکنه تا همه حداقل یه بار مشتری شده باشن. بعد از اون بازی تمام میشه و هر کسی که بیشترین کارت مشتری رو جمع کرده باشه برنده بازی. گرچه که خیلی برد و باختی نیست، در واقع هدف اینه که دور هم بخندیم، خلاق باشیم و خوش بگذرونیم. خب ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که چطور تبلیغ کنیم اون ترکیبمون رو. بهترین راه اینه که خودتون رو بذارین جای یک فروشنده و تلاش کنید که اون بازیکنی که مشتری هست رو متقاعد کنید و به ویژگی‌های نقشش هم اشاره کنید. اولا ترکیبی رو جور بکنید که به اون نقشه به کار اون نقشه بخوره. دومین این که سعی کنید متقاعدش کنید. میتونید از جمله های مثل این شروع کنید، مثلا سلام، به مغازه ما خوش اومدید، یا دوست عزیز چطور میتونم کمکتون کنم، من فکر میکنم شما به فلان چیز احتیاج دارید، یا فلان چیز رو برای شما دارم، مخصوص شماست، خودم و داداشم از همین بردیم، راضی بودیم. از اون طرف بازیکنی هم که مشتری میشه بهتره که تو قالب نقشش بره و سعی کنه ترکیباتی که بهش پیشنهاد میشه رو در قالب نقشش بررسی بکنه. خب اینم از ویدیوی آموزش بازی شیر مرغ. امیدوارم از این بازی لذت ببرید. شیر مرغ بازی ساده و روون و راحتیه. خیلی بازی پارتی گیمه دیگه. قوانینش خیلی کمه. خیلی راحت میشه به همه یاد داد و همه میتونن درگیر بازیشن و بازی بکنن. چیزی که این بازی رو جذاب میکنه و چیزی که باعث شد من این بازی رو انتخاب بکنم به عنوان محصول جدید رومیز، خلاقیتیه که تو این بازی وجود داره. خلاقیتی که توی کله شما وجود داره و بعد تلاش میکنید در قالب دو تا کلمه که به زور میخواین به هم وصلشون بکنید و بعد اون دوتا کلمه رو به زور میخواید به اون مشتری قالب بکنید بروز پیدا میکنه. یه بازیه که ما تو موقعیت‌های زیادی بازی کردیم، خیلی دم دستی و راحت بوده، تو کوه و دشت و موقع که برق نبوده، همه جا همراهمون بوده و بازی کردیم. امیدوارم شما هم اگه بازی کردید ازش لذت ببرید. خدا نگهدار.